گوشفنگ گوشفنگ ما باشید با برنامه گوشفنگ. سلام، به یک گوشفنگ دیگه از شبکه تلویزیونی AMG خوش آمدید. حامی مالی این برنامه شرکت مهاجرتی پارسای در تورنتوی کانادا است. در این آیتم به فرزند پروری مهاجران تکوالدی خواهیم پرداخت. ممنون میشیم تا پایان این آیتم مهاجرتی با ما همراه باشید. فرزند پروری مهاجران تکوالدی چالش منحصر به فردیه. مهاجرت خود به تنهایی تغییر بزرگیه و طلاق هم یکی از وقایع استرس‌زا در زندگی هر فرد تلقی میشه. همزمانی این دو با هم میتونه سلامت روان افراد رو با خطر جدی روبرو کنه. در این بین کودکان بیشتر از بزرگسالان ممکنه در معرض خطر قرار بگیرن. این امر مسئولیتی رو که بر دوش والدینه سنگین تر میکنه. امروزه تخمین زده میشه که در جهان 1/3 تمام ازدواج ها به طلاق ختم میشه. با وجود این نرخ بالا هنوز هم تحقیقات کمی بر روی طلاق در بین مهاجران صورت گرفته. والدینی که در کشور خارجی زندگی میکنن با چالش های زیادی در مسائل مختلف روبرو میشن که میتونه رابطه و ازدواج اونها رو با مشکل مواجه کنه. وجود مشکلات قبلی در رابطه، فاصله بین زوج و عدم تطابق فرهنگی میتونه مشکل رو پیچیده تر کنه و رابطه رو به بنبست بکشونه. از سوی دیگه، کودک مهاجر باید بتونه با سبک زندگی جدید تطبیق پیدا کنه. این سختی در زمان همراهی با طلاق والدین چالش بیشتری به همراه خواهد داشت. والدین ناراحت، تغییر در زمان صرف شده با هر والد، گیجی، سوال، خشم و مشکلات مهاجرت فشار روانی زیادی بر کودک وارد میکنه. اگر میخواید به عنوان والدین مهاجر فرزند خودتون رو از تبعات منفی طلاق حفظ کنید، این نکات رو به یاد داشته باشید. نکته اول، کودکی که با یک والد زندگی میکنه هم میتونه شاد باشه. کودکانی که با یک والد زندگی میکنن در معرض خطر احساس دریافت حمایت کمتر نسبت به کودکانی قرار دارن که با هر دو والدین خودشون زندگی میکنند. کودکان در این شرایط در مورد والد غایب احساسات متناقضی دارند، به خصوص اگر یکی از والدین در کشور دیگه ای زندگی کنه، کودک میخواد اون رو هم داشته باشه اما نمیدونه چطور. با این حال اگر به اصول فرزند پروری مهاجران تک والدی دقت بشه و کودک در محیطی دوستانه، امن و دارای کیفیت مراقبتی بالا بزرگ بشه، همچنان میتونه کودکی عادی و شاد باشه. با اینکه تک والدی سناریویی نبود که برای فرزندتون آرزو داشتید، اگر تلاش خودتون رو در جهت رشد و پرورشون بکنید، فرزندتون نه تنها شما رو الگوی زندگی خودش قرار خواهد داد، بلکه در سالهای آینده شاهد اون خواهید بود که حاصل تلاشتون ارزش آن همه عشق، تلاش و زمان رو داشته. نکته دوم، صادق باشید و به فرزندتون اطلاعات بدید. یکی از دلایل دشواری طلاق برای کودکان عدم درک چرایی اونه. لازمه که صادق باشین و شرایطی رو که به طلاق شما منجر شده با توضیح مناسب سن او با کودکتون در میون بگذارید. به او اطمینان بدین که او مسئول طلاق شما نبوده. مذاکرات مربوط به هزینه ها، مسائل حقوقی و غیره رو به زمانی موکول کنید که فرزندتون حضور نداره. اما او باید بدونه که مادر و پدر امشب با هم در مورد مسائل مهمی در رابطه با آینده صحبت کردند. این کار به فرزندتون اطمینان میده که امور با درایت در حال مدیریت هستند و این آگاهی هر نوع نگرانی و ناامنی در مورد آینده رو
در او از بین میبره. نکته سوم، احترام بگذارید و در روابط خودتون مهربان باشید. در زمینه فرزند پروری مهاجران تک والدی، دقت به این نکته ضروریه که باید در مورد والد دیگر با احترام صحبت کنید. اگر دیدن همسر سابقتون حال شما رو دگرگون میکنه، به خود یادآوری کنید که برای آرامش و شادی فرزندی که با هم به این دنیا دعوت کرده اید، باید با دیگری با احترام برخورد کنید و به شکل یک بزرگسال بالغ رفتار کنید. مهم نیست نسبت به همسرتون چه حسی دارید و دلیل شما برای طلاق چی بوده. فرزندتون موجود بیگناهیه که اگر او رو وادار کنید در پروسه طلاق یکی از شما رو انتخاب کنه و جانب اون فرد رو حفظ کنه، به سلامت روانی اون آسیب زده اید. نکته چهارم، به خودتون اهمیت بدید. فرزندتون شما رو الگوی زندگیش قرار خواهد داد. فرزند پذیری مهاجران تک والدی به معنی فراموش کردن خود و فداکاری های بی حد و مرز نیست. با مراقبت از خود به اون پیام بدید که احترام به خود و حفظ مرزها برای سلامت روان و جسم ضروریه. برای خودتون زمان بگذارید و از این موضوع احساس گناه نکنید. به نیازهای عاطفی و اجتماعی خودتون توجه کنید. تک والد و مهاجر بودن به معنی فراموش کردن خود نیست. اگر به خاطر مهاجر بودن احساس تنهایی می کنید و به خاطر طلاقتون احساس غم و اندوه دارید، برای خودتون دوست پیدا کنید و برای حل مشکل اضطراب و افسردگی پس از طلاق با یک مشاور صحبت کنید. دوستی با کسی که بتونید به اون اعتماد کنید و از بودن در کنارش لذت ببرید، برای سلامت روان شما و فرزندتون مفیده. نکته پنجم، واقع‌گرا باشید و به فرزندتون گوش بدید. برای موفقیت در فرزند پروری مهاجران تک والدی، لازمه که نیازهای عاطفی و جسمی فرزند خودتون رو برآورده کنید و برای این کار باید بتونید به او گوش بدید. اگه فرزندتون در ابراز مسائل خودش دچار مشکله، از او سوالات پایان باز بپرسید. مثلا از اینکه مادر یا پدرت برای شام در کنار ما نیست چه حسی داری؟ و یا این اواخر چیزهای زیادی در زندگی ما تغییر کرده، نمیخوای سوالی در مورد چیزی بپرسی؟ به سرنخهای غیر کلامی مانند هر گونه تغییر رفتار دقت کنید. اغلب اوقات زمانی که کودک احساس ناامیدی، خشم، غم یا گیجی داره، سعی میکنه به نحوی به شما اطلاع بده. به کودک نشان بدید کلامی یا غیر کلامی با یک آغوش گرم که از او حمایت میکنید، او رو درک میکنید و او اولویت زندگی شماست. و در پایان به خاطر داشته باشید فرزند پروری مهاجران تک والدی کار دشواریه و راهکار یکسانی در رابطه با انجام این کار وجود نداره. در هر شرایطی نیاز فرزندتون رو در اولویت قرار بدید و تلاش کنید بهترین پدر یا مادری باشید که میتونست در زندگی او وجود داشته باشه. از اینکه تا پایان این گوشفنگ از شبکه AMG با ما همراه بودید از شما ممنونیم. همچنین از شرکت مهاجرتی پارسای در تورنتوی کانادا، حامی مالی این برنامه، سپاسگزاریم. تا گوشفنگ دیگه از شبکه AMG، خدا نگهدار.